إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا. عزیزان، شاید هم شما شنیده باشید برکه از افرادی که تصرفاتشون در زندگی طوریه که انگار از اینی که مؤمن هستن به خداشون منت میذارن که ما مسلمانیم دیگه، مگه من چیکار کردم که خدا من اینجور میکنه، مگه من چیکار، یعنی انگار که منت میذارن به خداشون که دو رکعت نماز خوندن یا نمیدونم حج رفتن یا زکاتی دادن یا 4 روز روزه گرفتن. خداوند به بندگان که نیاز نداره، اما خداوند بندگانش رو دوست داره، میخواد که این بندگان بندگانی باشن اونطوری که خداوند میخواد. برای اینکه خداوند بندگانش رو دوست داره، همه این خلایق رو در تسخیر بندگان آورده. ابر و ماه و مه و خورشید و فلک همه در کارن. برای خدمتی که برای خدمت تو، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. و سخر لکم ما فی السماوات و الارض. خداوند متعال هر اون چه در آسمان ها و زمین هست و برای شما تسخیر کرده. اما و برای اینی که ما بدونیم چطور کار بکنیم، چطور راه بریم، پیامبران رو فرستاد. پیامبران اومدن تا ما انسان‌های صالح و نیکی باشیم، ما رو تربیت کنن، ما رو تزکیه‌مون کنن. اما اگر ما این مسیر پیامبران رو طی نکردیم، خداوند ما رو میندازه دور. خداوند متعال در آیه 54 سوره مائده می‌فرمایند: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، کسی که از دینش بر میگرده، کسی که میره مرتد و کافر میشه، خداوند که نیازی به شما نداره. فسوف یأتی الله بقوم، خداوند متعال ملتهای دیگه، اقوام دیگه میان، نسلهای بعدی میان، قومهای دیگه میان که اونها خداوند میاردشون که اونها چه هستن؟ یحبهم و یحبونه. خداوند اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن. اونی که ما بندگان خدا رو دوست داشته باشیم، خب این چیز عادی است. هر عاقلی خداش رو دوست داره. نمیگم هر مؤمنی و هر مسلمونی، این که دیگه مثل روز روشنه، اما هر عاقلی در زمین و زمان باشه خداش رو دوست داره. چرا؟ چون که این عاقل نعمتهای خدا رو میبینه، چون که این عاقل حضور عقلش رو داره. کسی که به من این عقل رو داره، این بینایی رو داده، این شنوایی رو داده، این علم و اندیشه رو داده، این فهم و درایت رو داده، این کان و مکان رو من دارم میبینم و میخونم داده، باید دوستش داشته باشم. اما خداوند مرحله بالاتر از این رو تذکر میده. یحبهم، خداوند اونا رو دوست داره. هنر اینجاست، خداوند اونا رو دوست داره. اونا چه کسایی هستن؟ چه فرمولی دارن که اونها کاری کردن که خداوند اونها رو دوست داره؟ تا ما هم همون کارو بکنیم، بریم ببینیم که خداوند متعال در مورد اون افراد چی گفته، تا ما بیاییم مثل همونا بشیم، تا برسیم به بزرگترین درجه، به عزیزترین چیزی که برای هر انسان عاقلی بالاتر است. یحبوهم، خداوند اونها رو دوست داره. ببینید صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه جانفشانی ها که نکردن، چه مجاهدت ها که نکردن، چه از خود گذشته ها که نکردن، که همه رو قرآن نقل میکنه، تا رسیدن به یک مرحله ای که رضی الله عنهم و رضوا عنه. رضوا عنه اینه که صحابه از خداشون راضی شدن که دیگه هنری نمیخواد، باید از خدا راضی بشن. خدایی که تنها فقط همین شرفی که ما هممون آرزو داریم، همین شرفی که اونها در رکاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن
از این دیگه بیشتر چی؟ باید از خدا راضی باشن؟ اما نه، رضی الله عنهم، خداوند از اونا راضی شد. حالا ما میخواییم برسیم به همچی مرحلهی یحبهم، که خداوند اونها رو دوست داره. یعنی ما بیاییم به یک مرحلهی برسیم که خدا ما رو دوست داشته باشه. ببینید این آیه چی میگه؟ این افرادی که خداوند اونها رو دوست داره و اونها خدا رو دوست دارن، اذلتون علی المؤمنین، اعزتون علی الكافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم تلائم. الله 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 الله، خوش به حال اینا، چه انسانهایی هستن. ببینیم سیمای این انسانها رو ما میخونیم و سعی میکنیم مثل اینا میشیم. خدای خدای توفیقت بده، توفیقمون بده که مثل همینها باشیم. اینها چی هستن؟ اینها اولین مورد اینه که اذلتون علی المؤمنین، اینها در مقابل مؤمنان فروتنند، در مقابل مؤمنان غرور ندارن، اینها متکبر نیستن، اینها فکر نمی کنن که از دماغ فیل افتادن. اینها وقتی که میان مسئولیتی بهشون واگذار میشه، وقتی رئیس میشن، وقتی رهبر میشن، وقتی استاندار میشن، وقتی فرماندار میشن، وقتی کاری میشن، روی زیر دستانشون تکبر نمی کنن. اینها انسانهای خاکی هستن، انسانهایی که میدونند ای انسان تو کی هستی؟ تو یک نطفه بدبویی بودی که الان چی؟ الان یک فرغونی هستی که مجموعی از کسافتها رو تو شکمت داری حمل میکنی، فرداش هم میمیری، یک جیفه کسافت مردهی میشی که بوی گند دنیا رو میگیره. تو یه انسان کی هستی که بیایی مغرور باشی؟ تو یه انسانی که فردا غذای کرمهایی توی زیر خاک میشی، تو کی هستی که بیایی روی دیگران تکبر بکنی، خودت رو از دیگران بهتر بدونی، دیگران رو تحقیر کنی؟ اونهایی که خدا دوستشون داره این صفتهای زشت رو ندارن، اونهایی که خدا اونها رو دوست داره متکبر نیستن، اونهایی که خدا اونها رو دوست داره چند؟ اذلتون علی المؤمنین، در مقابل مؤمنان فروتنند، در مقابل جامعه اسلامی خاکیند، با مردمند، از مردمند. این صفت اونها، هر کسی که این صفت رو نداره یعنی چی؟ یعنی از اینه که یحبهم نیست، از کسایی که مدرک دوستی الله به اونها داده شده این آقا نیست. هر مغرور متکبری از اونایی که خدا دوستشون داره نیست، هر ظالمی از اونهایی که خدا دوستشون داره نیست. ظالم یعنی چی؟ ظالم یعنی میگه من بهترم، من این حق رو دارم که بر شما تحمیل بکنم، من این حق رو دارم که حق شما رو بچاپم، من این قدرت رو دارم. الکبریا و ردائی، خداوند متعال میفرماید که کبریا این در شأن منه. اونهایی که میان کبریا غرور میکنن، خدا من مدار کمرشون رو میشکنه. کجان این متکبران؟ کجان نمرودها؟ کجان فرعونها؟ کجان؟ کجان این شاهنشاهایی که میگفتن ما شاهنشاهیم؟ کجان؟ این رئیس رو اصاها و رئیس جمهورها که این ملتها رو به زجر کشیدن، مال و ثروتها رو ملتها رو دزدیدن و چپون، کجان؟ خانوادهاشون کجان؟ بچه‌هاشون کجان؟ چه بیماری ها که ندارن، چه فلاکتی که توش زندگی نمی کنن، چه بدبختی و شقاوتی که برای خودشون و برای فرزندانشون نگذاشتن، کجان اینها؟ پس کسایی که خداوند یحبهم اینان که فروتنن. این غیر از این چه علامت های دیگه دارن؟ عزتون علی الکافرین، در مقابل کافران عزیزن. عزیزم یعنی چی؟ مؤمن همیشه اخلاقش خوبه برای در مقابل مسلمان و در مقابل کافر. عزیزه یعنی خودش رو نباخته، در مقابل کافران اون عزت مؤمن رو نشون میده، به اسلامش، به هویتش افتخار میکنه. نه مثل اونایی که وقتی میرن کشورهای
جامعه هایی که کافرها اونجا اکثریت دارن خودشون رو میبازن. آقا اونو چقدر پیشرفتن، پیشرفتگی اونها، تمدن سیمانی اونها رو میبینه، تمدن انسانی خودش رو ضایع کرده، نمیدونه که خودش کیه. این انسان مؤمن در مقابل دیگران خودش رو نباخته، عزتون علی الکافرین، در مقابل کافران عزیزن، ذلیل نیستن، خار نمیشن، خودشون رو حقیر نمی کنن، عزیزن، عزت خودشون رو دارن، هویت خودشون رو نمایان می کنن، اون چیزی که خداوند متعال گرفته اون رو انجام میدن، با افتخار انجامش میدن. نه اون کسی که طرف میره تو یک مهمونی میارن به شراب میدن، میگه ببخشید شرمنده من نمیخورم. این کسی نیست که خدا دوستش داره. اون کسی که خدا دوستش داره وقتی کسی بهش حرامی رو میگه نه انجام نمیدم، من مسلمونم، با افتخار میگه که من مسلمون شراب نمیخورم، من مسلمون سیگار نمیکشم، من مسلمون این کار حرام رو نمیکنم، من مسلمون این لباس من مسلمونه، این حجاب من دختر مسلمونه، من به حجابم افتخار میکنم چون مسلمونم. نه اینی آقا جامعه اینجوریه، ما هم باید اینجوری باشیم. این کسی نیست که خدا دوستش داره، این مهمونه، این کسیه که نه تکنه ما، نه اون نباش که دلوی هر کسی را بیفتی، پشت سر هر کسی را بیفتی، کار خوب کردم منم میکنم، کار بد کردم منم میکنم، من که بز نیستم، من مسلمونم، عزتون علی الکافرین، عزیزه، خودش رو میدونه، خودش رو نباخته. خب دیگه صفتهاشون چیه هن؟ میخوایم مثل اونا باشیم تا برسیم به محبت الله. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا تمام جهد و تلاششون رو خرج میکنن. هر جا که منادی الله صدا میزنه، حی علی الجهاد، میگه لبیک، سوار بر اسبش چارنر میتازه به میدانهای جهاد، جهاد در راه خدا. هر جا که مظلومی هست میره برای دفاع از اون مظلومان، نمیذاره مستمندی زیر مستکبری له بشه. هر جا ظالم و مستکبری هست، هر حاکم ظالم و مستکبری هست، جلوش وای میسه. یجاهدون فی سبیل الله، قلمش قلم مجاهد، زبانش زبان مجاهد، کارش فعالیتش فعالیت مجاهد، دستش دست مجاهد، پاش پای مجاهد، فکرش فکر مجاهد. اینو همه هر جایی که عزت اسلام رو بخوایی اونجا نشون بدی، این جهاد در راه خداست. یجاهدون فی سبیل الله، و دیگه چی؟ ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامت کننده هم حراسی ندارن. من دین خودم رو، هویت خودم رو عملی میکنم، جامعه، دنیا، هر چه دلش میخواد بگه، به من بگن متخلف، به من بگن پسمانده، عقب زده، رجعی، به من بگن تروریست، به من بگن نادون، به من هر فحش و بد و بیرایی که دلشون میخواد بگن. به پیامبر من گفتن جاهل، به پیامبر من گفتن شاعر، به پیامبر و عزیز من گفتن نادان، به پیامبر و عزیز من گفتن دروغگو، گفتن ساحر و جادوگر. همه اونهایی که این اهانت ها رو به پیامبر کردن کجا رفتن؟ در نیستی، در فلاکت، در بدبختی، در حماقت، تو گورهشون پوسیدن. و ارزش های پیامبر است که امروز در جامعه بر سر زبان هاست، ارزش های پیامبرانه است که امروز جوامع بشری رو مدیریت میکنه، ارزش هایی است که پیامبر گذاشت و بشریت رو از مهلکه ها و فساد ها و بدبختی ها نجات میده، ارزش های همون پیامبر است که امروز تمدن انسانی رو پربار میکنه. اینها افرادی هستن که چی؟ یحب، خداوند اونها رو دوست داره. من هر کاری میکنم، هر پوششی میکنم، هر
وظیفه ای که میدونم، هر ارزش ایمانی که میدونم عملش میکنم، دور و بریا طعنه میزنن، بد و بیرا میکنن، مسخره میکنن، فوش میدن، دعوا میکنن. لا یخافون فی الله لومت لائم، این صفت مؤمنان هست، ولا یخافون لومت لائم، که از ملامت هیچ ملامت کننده ای حراسی ندارن، توجهی هم بهش نمی کنن. پس اونهایی که میان پیش خدا به مرحله ای میرسن که خداوند اونها رو دوست داره، صفتشون چی هست؟ فروتنی در مقابل مؤمنان، عزت و افتخار به هویت ایمانیشون در مقابل کافران، جهاد در راه خدا برای در همه زمینه‌هایی که جهاد در راه خدا گذاشته شده، و افتخار به ایمانشون. و یکی دیگه از صفتهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نشون داده و این باعث میشه که ما پیش خدامون عزیز باشیم، این است که پیامبر فرمودن احب الناس الی الله انفعهم للناس، محبوب ترین بندگان پیش خداوند متعال اون بنده ای هست که نفعش به بندگان خدا بیشتر میرسه. هر چه شما نفع کاراتون بیشتر به بندگان خدا برسه، کاری که میکنید بیشتر به جامعه اسلامی خدمت بکنه، پیش خدا عزیزتری. و احب الاعمال الی الله، بهترین کاری که پیش خدا عزیز چی؟ سرور یدخله علی مسلم، مهمترین محبوبترین کارها و فعالیتها الی الله عز و جل به برای پیش خداوند متعال، چه کاری من چه کاری بکنم که خدا دوستش داره، سرور یدخله علی مسلم، دل مسلمونی رو شاد کردن. وقتی که شما در یک خونه مستمندی رو میزنی، یک مقداری کمک به اونها میرسونی، چه اتفاقی میفته؟ اون مادر فقیر بیچاره دلش شاد میشه، اون کودکان دلشون شاد میشه، خداست که از تو خوشحال میشه، خوشنود میشه، راضی میشه. وقتی تو میری یه جایی یه دختر بیچارهی هست مونده، میری خواستگاریش، چقدر اون خانواده شاد میشن. یه پسری هست کسی نمیگیردش یا کسی نداره که دنبال کارش باشه و براش زنی پیدا میکنه، شما میری کمکش میکنی، براش خواستگاری میکنید، ازدواجش میدی، چقدر خدا شاد میشه. پسر یه بیچاره بود، نمیدونم معتاد بود، رفتی از اعتیاد کشیدیش بیرون، نجاتش دادی، از بیماری بود، بیماریش رو رفتی درمان کردی، الان نامش خراب بود با این بیماریه و با اون اعتیاد، رفتی براش خوشنامش کردی، بردی جایی سر و سامونش دادی، چقدر خدا خدا خوشحال میشه. یه بیکاری رو بردی کار دادی، یه بیوه زنی بود، 4 تا بچه داره بیچاره که هیچ کسی رو نداره، رفتی ازدواج کردی، خیلی ها بد گفتن، زن دوم میگیره، شهوت پرسته، فلانه. نه، صفت انسانهایی که خدا دوستشون داره، ولا یخافون لومت لائم، هر که دلش میخواد هر چی بگه، حراسی از حرف مردم رو اصلا توجه میکنه. مهم براش چیه؟ رسیدن به رضایت الله. او یکشف عنه قربه، کسی یک مصیبتی داره، این مصیبتش رو میره حل میکنی، تو پیش مهمترین و عزیزترین فرد پیش خدایی. تو زندانه، مشکلی داره، قرضی داشته، میری کمکش میکنی، درش میاری، معتاد بوده، میری از زندان میکشی میبریش، درمانش میکنی، دعوایی بوده، مشکلی پیش اومده، میری اونجا پدرمیانی میکنی. یک مصیبتی که فردی توش هست، قرضی داره، میری قرضش رو ادا میکنی، قرضی داره نمیتونه، وقتش رسیده، میری شفاعتی میکنی پیش اون کسی طلبکار که آقا اینو وقت بهش بده. یک مصیبتی براش پیش اومده، میری تلاش میکنی که اون مصیبت، از اون مصیبت اونو بکشی بیرون. او یقضی عنه دینا، یا قرضش رو میدی، او تطرد عنه جوعا، یا اینی که گرسنه است، میری بهش غذا میدی، میری کمکش میکنی، سیرش میکنی، نمیذاری تو جامعه گرسنه‌ای باشه، نمیذاری تو جامعه فقیری باشه، نمیذاری تو جامعه بیکاری باشه،
نمیذاری تو جامعه بیمار بی سرپرستی باشه، نمیذاری تو جامعه بچه بی سرپرستی باشه، زن بی سرپرستی باشه. این شما کی هستید؟ احب الناس الی الله انفعهم للناس. محبوب ترین بندگان پیش الله متعال اون بنده ای هست که فایدهش، کمکش، نفعش به بیشترین بندگان برسه. از خداوند متعال میخواییم که بار الها به ما توفیق بده که ما بتونیم گره جامعه رو حل کنیم، گره مردم رو حل کنیم، بتونیم به جامعه خدمت کنیم، بتونیم شایستگی اون فرد رو داشته باشیم که تو دوستشون داری. خدای بار الها ما رو به دوستی بگیر و ما رو موفق کن، توفیقمون بده همون کارایی رو بکنیم که باعث رضایت و خوشنودی تو میشه. الهیان. إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح.